میکنه. خوبه تیم ملی فوتبال کشورمون مهمون ماست. خیلی خیلی خوش آمدید علی جان. سلام عرض میکنم منم خدمت شما عادل جان، آقای بهرانی عزیز، خوش اومدید و مخاطبین عزیز برنامه فوتبال 360. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما آخرین بار فکر کنم فینال جام جهانی 2018 علی مهمان ما بود، خوش صحبت، باحال. کلا اسپانیا بامزن، یعنی هم اصلا من اسپانیایی نیستم. نه تو اسپانیا راست میگی، چه اینو در اصفهان بودی دیگه؟ نه اصفهان بزرگ شدم، به دنیا اومدم، ولی اصالتا بختیاری ام. بختیاری مال کدوم شهر؟ ایزه، خوزستان. اصالتا بختیاری ام. خیلی خوش دیده. دمت گرم. دمت گرم. خیلی خوش. آقا چطوری؟ اوضاع اول مصدومیتت چه داره؟ خوبم خدا رو شکر. ماه آخر لیگ ترکیه یه ذره مصدوم شدم که حالا بعد از اینکه عمل کردم الان شرایط خوبی دارم، انشاءالله هفته دیگه شروع میکنم با تیم تمرین کردن و پیش فصل و آماده برای فصل بعد. یه عمل محمد، یه عمل دیسک کمر داشت، حتی نه از اون عملایی که مثلا چیشف ما با وحید امیرجان فرق داشت دیگه. آره با وحید تقریبا فرق داشت، این ساده تر بود و اینکه سعی کردم حالا مدارا کنم یه ذره با فیزیوتراپی و اینا، ولی چون که تیم حالا نیاز داشت نمیتونست مدت زمان زیادی رو فیزیوتراپی کنم، مجبور شدم عمل کنم که برای فصل جدید بتونم آماده باشم و بتونم به تیم کمک کنم. و بخاطر این مسئولیت این اردوی اخیر تیم ملی رو از دست دادی دیگه؟ در جریان نیستم. حالا حتی آخر یه بازی بود که آخرین بازی که واسه تیم ملی کردی که تعویض اومدی تو ده. حالا مثلا اون جوری که خودت هم فکر کنی انتظار داشتی نتونست. متاسفانه اون بازی نیمه دوم یه ذره عملکرد تیم اومد پایین. حالا یه صحنه ای هم بود که تو بازی که من اومدم توپو دفع کنم به اشتباه که حالا توپ رفت تبدیل به گل شد برای ازبکستان. بازی ازبکستان بود، دوی جلو بودین، دو دوی جلو بودین. میگم بین دو نیمه هم یه سری درگیری‌هایی. بله حالا یه سری اتفاقات. میتونی صحبت کنی؟ نه چیز خاصی نبود. یه بالاخره فوتبال دیگه، همه اتفاقای حالا تو زمین بیرون زمین یه سری اتفاقا میفته. سر بازوبند اینا بوده مثل که سر بازوبند به نظرم حالا میشد قبل از بازی همه چی رو هماهنگ کرد، هر اتفاقی که قرار بیفته میشد از قبل از بازی حالا با بازیکنان صحبت کرد، میشد به نظرم بهتر برنامه‌ریزی کرد، ولی خب الان همه چی خوبه، همه چی اوکی. اون مشکلاتی هم که الان اون اتفاقایی هم که اون بازی افتاد فکر کنم دیگه همه رو پشت سر گذاشتیم و همه چی خوبه. اما جالب، من نمی‌دونم بختیاری علی جون اینقدر همیشه اصفهان بود. آره، و همیشه اصلا منم حالا هوا چون تو آکادمی سپاهان هم بودم و از بچگی اونجا بزرگ شدم، ولی تصویر حالا ما با سپاهان با تو بله. تو فصل قبل کامل تو تیم کایسری تا قبل از مصدومیتت فیکس بودی و بازیکن تاثیرگذاری بودی، نیم فصل اول درخشان، بعد یهو نیم فصل دوم کم زمان شد با مصدومیت تو، تیم در آستانه سقوط هم داشتید میرفتی دیگه. اوضاعمون خیلی خطرناک شده بود نیم فصل دوم. ما نیم فصل اول سوم جدول هم رسیدیم، یعنی همه امیدوار بودیم که سهمیه اروپایی هم بگیریم، ولی آقای گل تیممون نیم فصل از تیم جدا شد، 4 تا بازیکنمون رفتن آفریکان کاپ، مجید حسینی هم که اومد تیم ملی برای ایژن کاپ دیگه، متاسفانه تقریبا 2-3 تا دیگه بازیکن 11 نفر اصلیمون هم مصدوم شدن. عملا از ترکیب اصلیمون که سوم جدول بود فقط 2-3 تا بازیکن موندیم، من و دروازه‌بان و دیگه تیممون خالی شد. 7 تا بازی پشت سر هم تو لیگ توی ژانویه 7 تا بازی پشت سر هم باختیم و بازم وسط جدول موندیم. حالا بعدش دیگه چند تا بازیکن اضافه شدن، ولی هنوز همین مصدومیت‌ها درگیر تیممون بود که تا 5-6 هفته آخرم یعنی نزدیک بودیم به منطقه سقوط، ولی یکی دو تا برد آوردیم و خدا شکر تونستیم بمونیم توی لیگ. حالا خدا رو شکر خوشبختانه 4 تا تیمی که زیر ما بودن اونا اصلا نمی برد. یعنی امتیاز گرفتن برای اونا خیلی سخت بود و ما این شانس رو داشتیم که بمونیم، ولی فکر کنم فصل آینده تیم بهتری داشته باشیم و بتونیم
حالا برای رقابت تو رده‌های بالاتر بجنگیم. یه زمانی شایعه شده بود که استقلال باهات مذاکره کرده، درسته؟ منم شنیدم توی رسانه‌ها. حالا مذاکره کرده بود یا نه؟ نه، از فقط در حد رسانه‌ها بوده. در حد رسانه‌ها بود. چون من این مدت همیشه تحت قرارداد بودم. به خاطر همین مطلب زیاد صحبتی نشده. ولی در حد خودم هم تو رسانه‌ها دیدم، ولی هیچ وقت تماس مستقیمی نداشت. برای تو با کایسری قرارداد تمدید کردی دیگه؟ بله، 3 سال دیگه قراردادم رو تمدید کردم. و یه رابطه خوب بین ایرانی‌ها و کسایی که در فوتبال ایران شاغل بودن و باشه کایسری هست. تو اونجایی مجید حسینی، محمد تیام که اینجا بود، کس خاصیه که اینا را؟ راستش فصلی که من و مجید به کایسری رفتیم، حالا مامه هم فکر می‌کنم یکی دو هفته بعد از ما اومد، اسپورت دایرکتور تیم کایسری اسپورت دایرکتور سابق بشکتاش بود و اصالتاً اسپورت دایرکتور ایرانی هست. بله، آقای علی نایبی اسپورت دایرکتور سابق بشکتاش بود، بعد اومده بود کایسری دیگه. حالا من و مجید رفتیم، بعد از اون مامه، حالا مامه هم مجید هم مامه قبلا تو ترکیه بالاخره بازی کرده بودن، یه شناختی روشون بود که من بعد از اونا اضافه شدم. آره، یعنی یه جورایی حالا نمیدونم علاقه داشته، ولی کلن تو ترکیه دید نسبت به بازیکنهای ایرانی و کلن کشور ایران خیلی مثبت، یعنی خیلی خوبن. آقا اگر فرهنگمون هم نزدیکه دیگه. فرهنگمون هم نزدیکه، بله. یعنی هر دو کشور عمدتا ترکیه عمدتا مسلمان هستن، فرهنگ‌ها یکم نزدیکه و مسیر هم نزدیکه دیگه. یعنی مثلا مسیر هم نزدیکه، بله. همه چی سه ساعت پرواز، بله، همه چی نزدیکه. مردم هم ایرانی‌ها رو دوست دارن اونجا، یعنی مثلا بعضی بازیکن‌ها ما صحبت می‌کنیم، مثلا بعضی موقع از مردم ترکیه مثلا شکایت می‌کنن، نمی‌دونم اذیت میکنن شاید مثلا یه ذره، ولی خدای با ایرانی ها من چیز بدی هیچ وقت ندیدم تا الان. دوهیل تو... بازی میکردیم. بله، تو فکر کنم با دوهیل توی جام باشگاه جهان هم بازی کردی. بله، درسته؟ بله. و شاید تنها بازیکن ایرانی که توی یک تیم خارجی در جام باشگاه جهان بازی کرده داشتیم. اصلا رزومه علی سه تا بازی جام جهانی رو بازی کرده، اصلا جلوی انگلیس بازی کرده، کل یعنی رزومه خیلی خیلی خوبی داره. و الان هم میگم پارسال هم قبل از اینکه مصدوم بشه داشت فیکس بازی میکرد تو تیم کایسری اسپور. و الان چند سالته؟ من 30 سالم. وقت داره؟ واقعا 30 سالم؟ معلوم نیست. آره، نه خودش 30. تکوتیک ریشه سفید رو داری میگی؟ تکوتیک دیگه بیشترش. نه خیلی نیست واقعا. نه دارم میگم کمتر است. یعنی سنش کمتر بخوره؟ نه بیشتر. نه میگم بیشتر شاید بیشتر باشه. فوتبال سن بیشتر هم مگر اینکه خلافی ثابت بشه. عجب. نه باید این سوالو میکردم. نه ولی علی همون به نظرم اون نه 30 بهش میخوره بابا واقعا. خوبه دیگه. خب بریم سراغ یورو یکم الان به بهانه یورو 2024 دعوت کردم. من قبل از بازی ازش، قبل از برنامه ازش پرسیدم که طرفدار کجایی، گفت هلند. من از بچگی هلندی بودم. چرا؟ چی شد؟ راستش وقتی که شروع کردم حالا به دقت مثلا فوتبال نگاه کنم، به گذشتم نگاه کردم و اون زمانی که من فکر کنم اوایل قرن 21 بود که هم حالا تو دهه 90 80 گذشته فوتبال هم نگاه کردم، متوجه شدم که هلندیا خیلی تاثیرگذار بودن تو فوتبال نوین، مخصوصا کرایوف. بعد موقعی هم که فکر می‌کنم طرفدار بارسلونا شدم، لوئیس فان هال مربی بود، بعد کلایورت بود، رایزیگر، اوورمارس، این بازیکن‌ها بودن هلندی بودن، تقریبا یه جوری هسته بارسلونا من هلندی می‌دیدم. و بعد از اونم دیگه حالا بعد رونالدینیو اومد دیگه، بعد بهترین بازیکن تاریخ اومد بارسلون دیگه، هم شد هلند و بارسلون. هلند و بارسا. بله. هلند چطور امسال؟ هلند به نظرم حالا با توجه به غیبت دیانگ که خیلی میتونست تاثیرگذار باشه تو این تیم، اسکواد بدی نداره، ولی من توی حداقل این بازی رو احتمال میدم که رومانی رو ببره و تو چهارتا به چیز میخوره، به کی میخوره؟ هلند رومانی رو ببره به کی میخوره؟ هلند رومانی ببره بخش سخت جدول نیست. نه این بره جای خوبند. آره. جای خوب، ولی تا نیمه نهایی به انگلیس نمیخوره فکر کنم. آره الان این جدول اینجاست دیگه، میخوره به اتریش.
اگه فرض کنیم که ترکیه رو ببره. هلند من مثلا ممفیس دیپای به عنوان مهاجم اصلی و امید اول گلزنیشون به نظر من اون بازیکنی که باید باشه، مثلا چند هلند دیگه زمان آکوپان باستن داشته، همیشه گلزنهای خیلی پاتیکولو افرتو گفتی خیلی رودفندیسته رو اینا هرچه فکر میکنی مهاجم خوب درجه یک داشته فن پرسی. ولی مثلا الان رسیدن به ممفیس دیپای و ویک هورست یعنی هلند آرین روبن داشته روبن 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 اسنایدر خیلی خوب بود. یعنی شانس دقیقاً شانس قهرمانی فکر میکنم زیادی نداره، ولی تورنمنت اصلا داستانش فرق داره. دقیقاً فهمید تورنمنت خیلی فرق. تورنمنت مثلا میگم دیروز شما حالا دیشب دیدین آلمان یه به نظر من تیم ناامید کننده ای بود به نظر من. تا بازی دیشب بازی تا موقعی که اصلا دیشب استایل بازیش کاملا فرق کرد. سانه کمک با وجود سانه اصلا شرح وظایف حالا همون موسیلا و هاوارد هم اصلا متفاوت بود. تیمی که همه بازیکناش توپ و توپاشون میخواستن، یعنی نه فضاسازی میشد نه چیزی. دیروز میدیدین که موسیلا پشت دفاع توپ میگیره، با اومدن سانه حرکتهای بدون توپ عمقیش باعث میشد که فضاسازی باشه برای جلوی دفاع. اصلا مدل فوتبالش فرق کرد و من دیروز آلمان رو نزدیک به اسپانیا، چون اسپانیا رو شانس اول میدیدم به خاطر حالا اون سرعتی که تو خط حملهش داره و اون انعطافی که تو خط هافک داره من اسپانیا، ولی کلا تورنمنت فرق میکنه دیگه. تو میگی آلمان تیم ناامید کننده ای بود تا قبل از دیشب، تو یعنی آلمان اسکاتلند رو یک تیم ناامید کننده دیدی در شروع؟ من آلمان رو تیم مدعی ندیدم حتی تو بازی اولش، حتی تو بازی اول به خاطر مدل فوتبالش. واقعا پس من یه موز بر می‌دارم دیگه. من به خاطر مدل فوتبالش فهمم کاری ندارم دیگه. اولا جلب توجه کنم که علی آقا اومد میوه اومد. آقا بود از یاد نکن. آقا من میگم علی تو بازی جامو که می‌بینیم به نظر من آلمان اینجوری که تو میگی مدعی نبود. حتی من دیشب اتفاقا من با محمد مخالفم، من میگم دیشب با اومدن سانه به جای ویرتز تیمه کم تحرکش بیشتر شده بود و اشکالاتش رو برطرف کرده بود که رام اومد جای میتلشتاد. به نظر من متأسفانه میبینم یکم بازی آلمانو، چون به نظرم دیشب واقعا میتونست 5-6 تا بزنه خیلی واقعی و نزد. اعصابم از دست تیم دیشب خورده. مقابل سوئیس واقعا به هم ریخته بازی کرد آلمان. دیشب از بازیش مقابل سوئیس بهتر بازی کرد. از سوئیس که قطعا بهتر بودن، از اسکاتلند. آخه الان یه چالشی که من فکر میکنم ناگلسمن داره ترکیب بازی بعدیشه. من فکر کنم حدسم اینه که ترکیب بازی دیشب بازی بعدی رو، من حتی فکر میکنم امره جان هم بازی رو از ابتدا شروع کنه. جای آندریش به خاطر اینکه با اومدن اونم یه ذره تیم رو به جلوتر بازی کرد. فکر میکنم دست بزنه به آندریش، خیلی قبولش داره تو کارهای دفاعی. چون بقیه هافک ها به مستیالا هافک که مثلا جنگنده دفاعی نیست، یا سمرنم حالا ویرتس یا سانه هر کدوم بازی کنن به همین شکل. گندوغان هم اونجوری که بخواد درگیر بشه. آندریش نقش یه شیشه کلاسیک رو بازی میکنه برای چون اصلا تونی کروز هم درگیر نیست. آره تونی کروز هم دقیقا همینطوره. البته تاهو برمیگرده. آره اون که تاه برمیگرده برگرده جای اشتوتر بریک فکر کنم بازی بکنه. بازی کرد. یه سوتی خیلی بد داد داشت توپ رو هویلوند اگه خوب میزد شاید اصلا زودتر تکلیف کار تغییر میکرد. ولی همونجور که گفتیم تورنمنت بازیایی که حتما تیم برنده، تیم بهتر نیست. و اسپانیا گرجستان که 100% اسپانیا 100%. من فکر کنم از این بازی پرگل بشه. با اینکه گرجستان پدیده بوده و از این حرفا، خودم فکر کنم 2-0 زدم، 2-0 اسپانیا زدم، ولی حسی به نظرم رو 4-5 فکر نکنم. یعنی مامارداشویلی بعید میدونم اینقدر گل بخوره. قطعا اسپانیا بازی رو به نظرم میبره. نباید بگم اینو ولی
ولی احتمالاً بازی رو ببره، ولی نه اون قضیه که تو میگی راحت فکر نمی‌کنم، چون دیگه تیم خیلی نزدیک شدن به هم دیگه، مگر اینکه گل زود هنگام بزنه اسپانیا و باز روند بازی. تو موافقی که برنده آلمان اسپانیا بیشترین شانس رو داره برای قهرمانی؟ ولی بله، ولی بازم اونور انگلیس، من فکر می‌کنم انگلیس امشب بسیم با هم قبل از نه نه اتفاقی که دیشب برای آلمان افتاد اصلا یه تیم دیگه بود، درسته؟ من حس می‌کنم انگلیس هم با توجه به انتقادایی که تو هفته گذشته نسبت به عملکردشون شده، امشب بازیکن‌ها یه عملکرد دیگه یو نشون بدن. تاکید انگلیس یعنی نیدم. اسپالتی هم عین همینو گفته بود قبل نه، از بازی. اونو مربی گفته بود. آره اسپالتی گفته بود فردا ما ایتالیای متفاوتی می‌بینیم. دیدیم. ببین الان حالا در مورد انگلیس که بخوایم صحبت کنیم، من فکر کنم الان ترکیبم ندیدم، فکر کنم فقط مینو بیاد جای گلگه، بقیه دقیقاً همون ترکیب، دست نزنه فیل فودن هم که بعد از به دنیا آمدن فرزند سومش برگشت، بعید میدونم جلو شد تغییر بده انگلیس با وجود. ولی یه نکته‌ای که حالا وجود داره، خیلی رسانه‌های انگلیسی هم بهش اشاره می‌کنند، اینه که آقا مثلا اولی واتکینز در تیم استون ویلا 27 گل زد، 13 تا پاس گل، آقای پاس گل فصل لیگ برتر، 13 با 13 پاس. آنتونی گوردون فوق‌العاده بود در تیم نیوکاسل، 12 گل 10 پاس گل، بهترین بازیکن فصل نیوکاسل. کول پالمر 25 گل و 15 پاس گل، موثرترین بازیکن کل فصل کل لیگ برتر. خب اینا مثلا گوردون چند دقیقه بازی کرده، پالمر هم چند دقیقه بازی کرده، واتکینز هم چند دقیقه، یعنی هیچ کدومشون هیچ بازی رو شروع نکردند. خیلی خیلی بعید میدونم این مسابقه رو هم شروع بکنند اینا. ولی اون برای آقا مثلا شما نگاه کنید، ساکا یه عملکرد فوق العاده در تیم آرسنال، فودن بهترین بازیکن لیگ برتر، کین مگه میشه بیرون گذاشت، بلینگام مگه میشه بیرون گذاشت، یعنی اصلا نمیشه هم کارش کرد. و این یه در واقع چالشیه برای گت ساوت گیت که آقا از یه طرف میگن چرا مثلا پالمر بازی نمیکنه، چرا گوردون بازی نمیکنه، چرا سانچو نیست تو تیم؟ سانچو دعوت نه، سانچو دعوت نکرد چرا؟ دیگه رشفورد، رشفورد نیستش. سانچو عالی بود که این بازی آخره جو دورتموند و جیدون سانچو، جیدون سانچو خوب بود، ولی خب به خاطر اون فصل اول فاجعه باری که در منچستر داشت دیگه دعوت نشد. دورتموند خیلی خوب کار کرد. ترکیب من دارم دوست دارم که آرش و پویان اگر بچا امشب حوصله داشتین راجع بهش حرف بزنین، تیم انگلیس به نظر شما خسته به نظر نمیاد اصولا جسمی؟ خود بلینگام راجع به این حرف زد. آره اسپالتی هم دیشب حالا صحبت کرد، کلا به همه بازیکن فصل بسیار طولانی و پرفشاری رو پشت سر گذاشتن. اسپالتی هم تنها بهانه‌ای که آقا بازیکن خسته بودن و خب برای همه تیم هاست، حالا انگلیسی ها شاید یه ذره بیشتر بازی کنن به خاطر جام اتحادیه و این داستان ها، ولی به نظرم بهانه است، یعنی همه شرط تقریبا مساویه برای همشون. و یه نکته ای که چالشی که انگلیس داره اینه که مثلا فیل فودن خب اوج درخششش کجا بود؟ در تیم سیتی، در پست مورد علاقه خودش، پستی که الان داره یه جایی بازی میکنه که خب پست تخصصیش نیست دیگه، و شاید مثلا داره همه رو سعی میکنه، همه ستاره های اصلی رو در ترکیب بذاره، برای همین مثلا بقیه هم نمیتونه بهشون بازی. خیلی چالش سختی داره. و اتفاقی که رخ داده الان به عنوان زوج مکمل رایس در هافبک، خب یه دو بازی ترنت شروع کرد که جواب نداد، بعد گلگر اومد جواب نداد، این بازی مینو رو گذاشتی که من فکر کنم بتونه مشکل رو حل کنه. منم فکر میکنم امروز مینو بتونه انتظارا رو تو خط هافک برآورده کنه. خوب فوتبال دنبال میکنی یا خودت؟ بله من تقریبا تقریبا حالا 4-5 تا لیگ، هم 4-5 تا لیگ برتر دنیا هم لیگ ترکیه، تقریبا تو طول فصل همه بازی ها رو سعی میکنم ببینم، حالا به هم نخوره. تو بازیکن مورد علاقه تو پستت کیه؟ کیو بیشتر از همه دوست داری؟ راستش توی فصل گذشته خیلی گندوغان رو من واقعا دوست دارم بازیشو، چون مخصوصا حالا فصل گذشته که تو سیتی بود، این فصل تو بارسلون نسبت به تیم به نظرم عمل کرد خوبی داشت، ولی فوتبالی که تو من سیتی بازی میکرد به نظرم بازی رو برای همه بازیکنهای تیم آسون میکرد، انقدر باهوش بود، مخصوصا تو بحث فضا، شناختن فضاهای بازی، به نظرم فوق‌العاده ترین بازیکن توی 4-5 سال اخیر. چون حالا مثلا بحث در مورد تونی کروز میشه، یا مثلا چند وقت پیش هم من شنیده بودم اعداد و ارقام تونی کروز رو میگن، در صورتی که مثلا کوین دی بروینه اون درصد پاس ریسکی که میده، نرخ تبدیل شدنش به پاس گل اصلا فرق میکنه واقعا.
یعنی این مدلی شما دیبروینه و کروس تو انتخاب دیبروینه هزار بار دیبروینه هزار بار بین کیو بگه الان مثلا مسعود اوزیل و تونی کروس بعد هزار بار میشه مسعود اوزیل تو کلا افکی که خلاقانه بازی بکنه پاس تو در بده پاس منجر به گل بده رو میپسندی پوزیشنشون با هم فرق میکنه پست بازیشون ولی بالاخره بازیکنی که رو به جلوتر بازی میکنه پاس‌های ریسکی بیشتری میده به نظرم بازیکنی که به تیم کمک میکنه که نتیجه بازی عوض شه یعنی نمیگم تونی کروز خیلی پاس گل داده ولی مثلا اکثر پاس‌های تونی کروز رو ضربات ایستگاهیه یعنی خب بقول تو نوع با اصلا از کسی تونی کروز انتظار ولی خب یه پاسی که به کی داد به وینی داد واه 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 مقابل بایر عجب بازی رفتش اصلا لامصب انگار خط کش گذاشت همین جور خب اینا از اینا هم میده ولی آره خب نوع بازی دو سه سال پیش هم یه دونه همین جوری فکر کنم به خود وینی به جلوی لیورپول داده بود تو چمپیونز لیگ صدا تو نرا اونو یادتون نه یادم نمیاد اصلا نه میده ولی کمتر میده آره ولی خیلی خوبه خیلی من تونی کروس اصلا کروس خیلی دوستش دارم اصلا متاسفانه ریتم بازی رو تعیین میکنه به نظرم خیلی خوبه بازی رو کند میکنه اصلا نه حاشیه‌ای داشته نه اصلا یه سرش پایین اصلا تو کار خودش اصلا خیلی خوبه خیلی خوبه تو مودریچ رو بیشتر دوست داری از تونی کروس بله چون یه تایمی همزمان بودن تعویض هم میشدن دیگه یعنی با هم تعویض میشدن داور بازی امشب نکته جالب آقای حلیل اومت مله بعد یه اتفاق عجیب و غریب افتاد بازی آنکارا گوچو و ریزسفورد تعریف میکنیم که کتک خورد و بعد اون اتفاقا اون بازی حالا بازی وسط فصل بود و کاپیتان تیم آنکارا گوچو و بهترین بازیکن اون تیمو آنکارا گوچو هم فکر کنم تحت فشار بود چند هفته بود نبرده بود کاپیتان اون تیمو اخراج کرد دو تا کارت زرد و به نظر من ناحق بود یعنی میتونست اخراج نکنه خلاصه بازی همینجوری رفت دقیقه 90 و خورده ای ریزسفور گل مساوی رو میزنه و بازی 1-1 میشه یعنی دو امتیاز از دست میدن بعد بازی مدیرعامل باشگاه آنکارا گوچو میاد و یه نوازش میکنه آقای علی خیلی فقط از نوازش بود خیلی, آره خیلی هم سر صدا کرد خیلی هم فکر میکنم حالا تا در حد رئیس جمهور ترکیه هم ناراحت شده بود و فکر میکنم یکی دو هفته هم بازی ها رو عقب انداختن حرکت بسیار زشتی بود که مدیرعامل آنکارا گوچو انجام داد و بعد از اون یه ذره حالا احتراما به داور تو لیگ بیشتر شد و امروز هم میبینیم که تو مسابقات یورو اعلام کردن که غیر از کاپیتان تیم هیچ کس حق نداره کدوم بازی بود فکر کنم 18-19 بازی ترکیه بود آره، فکر کنم آره. همه کارت گرفتن به خاطر فقط یه اعتراض یه کلمه حرف زدن و به نظرم کار درستیه یعنی باید به داور جذاب‌تر شده بله به داور باید احترام بذاره یه بازی من گزارش کردم 2006 بازی پرتغال و هلند اگه اشتباه نکنم توی نورنبرگ رکورد تعداد کارت زرد اصلا یه چیز عجیب غریبی بود بعد اون بازی من پیمان اسدیان کنار من بود آقا قبل بازی گفتیم با هم دیگه سر گفتیم بریم شام سر شام با هم حالا ببندیم که نمیشه گفت ولی سر شام با هم دیگه گفتیم که آقا هر کی مثلا اینو برد من بهش گفتم این بازی مثلا 3-4 تا کارت زرد داره خب اون گفت نداره کارت زرد اینقدر آقا دقیقه مثلا نمیدونم 10 بازی بود بعد من کنار نشسته بودم گفتم خب من شام مثلا چرا نرم مکدونالد خیلی خوبه رکورد تعداد کارت های زرد و قرمز شکر خیلی بازی عجیب غریبی بود و فکر کنم این بازی رکورد کارت زرد نه 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 اون بازی 4 تا قرمز بود 16 تا زرد اگر حالا اشتباه نکنه 4 تا قرمز 16 چیز عجیب غریب اصلا بازی همینجور میزدن هم دیگه رو داورش هم ایوانوف بود نه نه اینا بچا سرچ بکنم به من بگم فکر کنم ایوانوف نامی بود از خودم بردم این یکی رو بعد آره خیلی عجیب غریب تو چیز تو کله آدم میاد که نباید بگه آره نگو آره بابا
میوه بخرم. طرفدار چه تیمی هستی علی؟ بارسلونا. نه غیر از تو انگلیس مثلا طرفدار تو انگلیس؟ خب من گواردیولا رو واقعا خیلی دوست دارم، دنبال میکنم، ولی دوست داشتم امسال آرسنال قهرمان شه، چون آرسنال هم پا به پای لیورپول. مشکلی داری؟ لیورپول دوست ندارم زیاد، نمیدونم چرا، ولی لیورپول از همون اول دوست نداشتم. الان گواردیولا رو دوست دارم، آرسنال هم. من حدس میزنم کلوب که رفت تعداد آدمایی که لیورپولی میشن الان کمتر خواهد شد. خیلی تاثیر داشت. آره من خیلی نگران. خیلی آدم درجه. خیلی نگران تبدیل شدن مثل منچستر. آره آره واقعا، یعنی دوره گذار رو باید سپری کنیم و ببینیم که چه میشه. در مورد فوتبال ترکیه هم یکم صحبت کنیم. تو خب یه زمانی کلی ستاره داشت دیگه این تیم، یعنی تیم دوست داشتنی. این ترکیه رو تو اگه بخوای مقایسه کنیم با ترکیه که قبلا در اوج دیده بودیم، الان حالا الان چرا نه آردا گولر میگن یا گولر آردا گولر رو نمیدونم بقیه بازیکن‌ها، تو اگه بخوای مقایسه کنی کدومو بهتر می‌بینی؟ من فکر می‌کنم برای جام جهانی، یعنی دو سال دیگه یا مثلا چهار سال دیگه یورو بعدی، این تیم ترکیه تیم بالغتری شده باشه. مثلا فکر می‌کنم در حد ترکیه 2002 با امره بولوزوغلو، هاکان شکور و پشتو، عجب تیم، با اون تیم فکر می‌کنم برابری کنه، به خاطر اینکه حالا هم آردا گولر هم کنان نیلدیز هم اینا همه یه ذره نیاز دارن، هم باریش آلپر فورواردشون یه ذره نیاز به تجربه بیشتر دارن، با توجه به اینکه تو خط دفاع یه ذره مشکل دارن و همینطور دروازه‌بان. شما اگه دیدیم پنج تا گلی که تو سه تا بازی آخران، سه تاش دروازه‌بان عملاً آره. مقصر بود، یعنی آره. تو دروازه‌بانان تیم هم تو سال گذشته خیلی عمل کرده ضعیفی داشتن تو لیگ، حتی همین دروازه‌بان اول مرت که گلر بشیکتاشه خوب نبود امسال، یا گلر ترابزون اورجان اونم سال خوبی رو پشت سر نذاشت. تو خط دفاع هم فکر میکنم یکی دو سال دیگه، سه سال دیگه شاید این بازیکنهای جدید بتونن با تجربه بیشتر، ولی باز به اندازه کافی مثلا توانایی تو خط هافک و فوروارد دارن بازیکن، یعنی خیلی از بازیکنهای چنگیز اونده رو نیورد، خیلی بازیکنهای یوسف ساری، چنگیز خیلی وقت افت کرده. الان محبوب ترین بازیکن ترکیه بین مردم آردا گولر. آردا گولر. ولی اونجا این مدلیه که دقیقا مثل ایران، استقلال، پرسپولیس، فنرباچو، گالاتاسرای، این اینجوریه که مثلا گالایی ها میگن نه باریش آلپر، ولی بقیه چون باریش آلپر تو گالا بازی میکنه، ولی بقیه مردم میگن آردا. خب آردا هم یعنی فوتبالش یه مدلیه که دوست داری ببینی، یعنی تو دو سال گذشتم که حالا تو فنر من بازی میکرد دنبال میکردم، واقعا وقتی میومد تو زمین من دوست داشتم بازیشو ببینم، یعنی چشنواز بازی میکرد، به خاطر همین طرفدارای زیادی رو پیدا کرده. حتی این ماه گذشتم، آخرین ماه بازیای باشگاهی مادرید، خیلی بازی خوبی، یعنی با گلایی که زد بازیش چشنواز، چپ پا، تکنیکیه. الان آردا گولر محبوب تری. یه ذره برگردیم قسمت پایین صحبتمون رو با آیمون تیم دوست داشتنیه ترکیه، تیم قشنگ، تیم دوست داشتنی از رشت و رچبر. تلفظشون هم سخت بود دیگه. آره یه ذره سخت. خیلی تیم خوبی بود. من استایل هاکانم خیلی دوست دارم، خیلی باحال بود هاکان. باید یه زمان رفت الان راننده اوبر بود. بله. مشکلات مالی جدی پیدا کرده بود. آره خیلی دوست داشتنی و خفن بود واقعا. بله اینو می‌خواستم برگردیم. تو یه نیمه از انگلیس صحبت کردی، یه نیمه جوری انگلیس بازی کردی دیگه، و خب یه ترکیب عجیب و غریب، تو هم یه جوری گم بودی تو وسط زمین. چطور دیدی تیم ملی انگلیس رو اون بازی؟ اون روز که ما روزمون واقعا روز خودمون نبود، روز همه جوره، یعنی حالا همه در جریان هستین، اون روز روزی نبود اصلا، اون بازی اون نتیجه اصلا نتیجه ای نبود. من حالا نسبت به اینکه بازی کردم جلوی بلینگهام واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای دیدم، و اینکه بلینگهام و ساکا و رایس بودن دیگه فکر کنم. آره رایس بود، دکلان رایس بود و ساکا هم بود دیگه، دو تا گل زد دیگه.
ستای وسط بودن، میسون مونت بود، با استرلینگ هم بود فکر کنم، آره، با هری کین. خدای بازیکنان خیلی قوی دارن، یعنی هر کدومشون، ما ستایی که الان رو نیمکت هم میشینن و دیدیم فوق‌العاده بودن. تو پالمر اصلا خیلی اون خوبه. تیم چلسی اصلا فضایی بازی کرد و اینکه نمیدونم، حالا این تیم باید حتی چشم بسته بدون مربی هم بقیه تیما رو به نظرم باید ببرن. خیلی حیفه این تیم دست ساوتگیت باشه. به لحاظ ارزش یورویی هم فکر کنم با فاصله اول الان انگلستان. حتما از فرانسه هم گرونتره. ولی حالا یه بحثی هم شما مطرح کردین در مورد خستگی بازیکن‌ها. واقعیتش اینه که کادر فنی تیمای ملی حالا تو زمانهای فیفا دی که کلن 72 ساعت وقت دارن، اصلا عملا وقتی برای تاکتیک و تمرین نیست، ولی تو تورنومنت ها مهمترین فاکتوری که باید رعایت بشه اینه که بازیکنها رو تو بهترین حالت بدنی نگه دارن، چه میدونم تمرین، ریکاوری ذهنی، هر جور. و اینو ما تو انگلیس ندیدیم، یعنی بالاخره مشکل اصلی هم همه اشاره میکنن به سرمربی تیم، به کادر فنی که چرا انگلیس اصلا نمیتونه بازی کنه، یعنی مشکلش بدنیه چیه. به نظرم خوب نتونسته کادر فنی اون تیم و اون بازیکنها اون ستاره ها رو آماده بازی کردن کنه. علی برعکس همینو توی اتریش ندیدی؟ بی نظیره واقعا، به نظرم اتریش سازمانی یافته ترین تیم در واقع تورنمنت اتریش بوده، خیلی خوب بازی میکنه. ولی من فهم میکنم، همه فهم میکنن ترکیه رو خیلی راحت میبره، خیلی راحت نبره بازی اوتریش. منم همین حسو، چون یه ماه پیش هم قبل از شروع یورو یه بازی دوستانه داشتن و 5-6 تا زدن به ترکیه. من حس میکنم ترکیه الان خیلی ناراحته به خاطر اون بازی. یعنی میگین نمیبره؟ راحت صبر کن، من میگم اوتریش میبره. به تو که نمیتونم بگم. نه من زدم. نمیتونم الان بگم. آقا تو کرواسی هم بازی کردی چند سال، چرا اینجوری شد کرواسی؟ اگه اون گل آخر رو نمیخوردن، نه شاید حداقل دیشب یکم اذیت میکردن. اینجوری نبود اینقدر راحت به سوئیس، یعنی قطعا به نظر من کرواسی جلوی سوئیس بهتر از ایتالیا مقابل سوئیس بازی میکرد. منم حس میکنم کرواسی اگه بود بازی به مراتب بهتری رو به نمایش می‌ذاره. ولی خب یه واقعیتی هست که الان کرواسی، ایتالیا همه وارد اون دوره گذار شدن و نسل قبلیشون اکثرا حالا یا رو به افولن یا بازنشسته شدن. کرواسی هم همونجور که دیدین سه تا بازیکن مطرحشون عملکرد خیلی خوبی نداشتن، مودریچ، بروزوویچ، پرشیچ، چکم همینطور. بله و خیلی هاشون فوروارد نوک هم آره، کراماریش در حد خیلی هم عوض کرد، کراماریش گذاشت، بودیمی رو پتکوویچ بازی کرد، گذاشت پتکوویچ بازی کرد با اون پنالتی زدنش. بعد مهاجم نوک هم یه تغییر نسل به نظر من نیاز داره کرواسی. ولی خب تو نسل جدیدشون هم غیر از حالا گواردیول که دفاع وسط من سیتی هست، آره، بقیهشون اون فکر میکنم اون توانایی سوپر استار بودن، مثل مانجوکیچ که هر بازی گل میزد، پرشیچ خودش خیلی با راکیتیچ بود و حتی تو خط دفاع لوورن بود، ویدا بود. این فکر نمیکنم اون پتانسیل رو داشته باشن و حداقل تا 7-8 سال آینده دیگه اون کرواسی رو بین 4 تا 8 تا فکر نمیکنم ببینیم. خیلی ممنون علی کریمی دیدی گفتن شب خوب صحبت میکنه. خیلی. من واقعا که داشتم کیف میکردم. آره قشنگ از اون یعنی خیلی معلومه فوتبال دنبال میکنه تا قشنگ فوتبال بینه از این علاقه مندای آخرم که پریشیشو گفت دوباره کیف کردم. فوتبال فهم. حالا یکم خودت تعریف کن حالا. ممنون از پریشیشو که نام برد دوباره کیف کردم، یه گریزی به بایرن زدم برای خودم. عجب بازیکن خوبی بود این. به حقش نرسید واقعا. پرشیچ؟ آره خیلی بازیکن خوبی به نظرم. بازی کرد ولی خب دیگه بس همین بود، سقفش همین بود دیگه. چه آدمایی هستین. بریم از علی کریمی تشکر می‌کنیم، خدافظی می‌کنیم.